سلام، صبحتون بخیر. من ناتالیا زنگان هستم و امروز می‌خواستم یه ویدیو برگزار کنم درباره مهم بودن طاقت. وقتی که آدم‌ها و خانواده‌ها توی خانواده‌هایی بزرگ میشن که اصلاً صحبت موضوع موقعیت چیزای مختلف نیست و اجازه نمیدن که بچه‌هاشون احساسای مختلف رو بکنن و طاقت براش پیدا بکنن، وقتی که بزرگ میشن خیلی زندگی براشون سخت‌تر میشه. یه چیز ساده مثل بارون. امروز داره خدا رو شکر بارون میاد، با اینی که بارون برای بعضیا موقعیت سخت‌تریه و دلشون میگیره، هوا گرفته‌تره، حس میکنن دارن خیس میشن و خیلی دوست ندارن. چقدر مهمه که ما به بچه‌هامون آسو براخای بارون رو یاد بدیم که اگه بارون نیاد درخت‌ها بزرگ نمیشن، درخت‌ها میوه نمیدن، اونا هم از آب سود میبرن، چقدر نعمت بزرگی بارون اومدن و همین این باعث میشه که اینا طاقتشون برای بارون بالا بره. صبح که بارون میاد نمیگن من مدرسه نمیرم به خاطر اینکه بارون میاد، من سر کار نمیرم به خاطر اینکه بارون میاد. این برداشت پدر مادر به بچه یاد میده که تا کجا و چقدر طاقت پیدا بکنه. برای بعضی چیزایی تو زندگی و رشد سالم طاقت برای بعضی چیزا خیلی مهمه، مخصوصا موضوع اینی که خیلی وقتا هست تو یه چیزی میخوایی که همه دارن و ولی به تو ندادن، باید برای اونم طاقت داشته باشی. اینی که زندگی همیشه یکتا نیست، برای همه باید طاقت داشته باشی. همه کس همه وقت ما را یک جور دوست ندارن و ما اونا رو شاید همونقدر دوست نداشته باشیم، باید طاقت داری اونم داشته باشیم. وقتی که ما به بچه هامون احساس سالمشون اجازه میدیم تجربه بکنن، برای اون احساس طاقت پیدا میکنن و وقتی که بزرگ میشن به هم نمیپاشن به خاطر اینکه یک لحظه احساس حسودی کردن، احساس ناامیدی کردن، احساس افسردگی کردن، احساس استراب کردن. برای این احساسهای مختلف طاقت سالم پیدا میکنن. چیزایی که ما نمیخوایم بچه هامون طاقت براش پیدا بکنن، مثل عصبانیت، بی احترامی، بی ارزشی، کسی باشون بدرفتاری بکنه، ما برای اونا نمیخوایم بچه هامون طاقت داشته باشن و برای همین تو خونه باید با احترام با هم رفتار بکنیم که بچه هامون برای اون طاقت پیدا نکنن. ولی برای بارون و چیزای قشنگ زندگی، نعمت های دیگه ای که جز به زندگی هست، اونها طاقت های سالمی که ما باید براش داشته باشیم. متشکرم.